مهمان من 3 سال قبل به همراه چند تن از رفقایش از رهبری یکی از احزاب قدیمی کرد ایران جدا شد تا حزب دیگری بنا نهد و مبارزه نزدیک به 65 ساله کردها برای حق تعیین سرنوشت خود را به مسیر نو بیندازد و تصویر نو از نظر فکری و ارزشی از حزب قدیمیش ارائه دهد. مخالفانش میگویند حرکت او و رفقایش چیزی غیر از مبارزه قدرت نبود. چیست این طرح نو و تا چه حد در این کار موفق بوده است؟ آقای خالد عزیزی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. تشکر، سپاسگزارم. آقای عزیزی، شما چرا از حزب دموکرات کردستان ایران انتخاب کردید؟ تقریبا 3 سال قبل، موقعی که مشکلات داخلی حزب دموکرات کردستان ایران سابق بعد از یه مدتی به علت اینکه اصولا من میتونم اینطور خلاصش کنم، دموکراسی رو ما قبول کرده بودیم و به نظر من دموکراسی رو ما از کشورهای اروپایی کپیش کرده بودیم، نتونسته بودیم این دموکراسی رو در داخل حزب دموکرات کردستان ایران سابق به اشکال مختلف در شکل فرهنگی نهادینش بکنیم. هرچند این دموکراسی آیین‌نامه‌های مختلفی رو در داخل حزب در چگونگی تنظیم روابط اعضای حزب و مؤسسات حزبی داشت، منتها در یه مرحله‌ای نتونست جوابگوی این مشکلات داخلی باشه. در واقع عدم وجود مکانیزم همکاری و اینکه همه با هم حزب بتونیم با هم ادارش بکنیم سبب شد که این انشقاق و انشاب در داخل حزب دموکرات پیش بیاد. یعنی در واقع دلیل شما برای انشقاق مسائل داخلی و تشکیلاتی حزب بود و نه خط مشی سیاسی حزب. این انشقاقی که 3 سال قبل تو حزب دموکرات کردستان ایران سابق اتفاق افتاد، قطعاً این بود که همکاری با هم دیگر در سطح رهبری و در داخل مؤسسات حزب قطعاً عملی نبود. شما وقتی که اشاره میکنین به حزب دموکرات کردستان ایران، این کلمه سابق را همش اضافه میکنین، چرا؟ علتش اینه، حزب دموکرات در گذشته 2 نام داشت. موقعی که در سال 1945 تأسیس شد اسمش حزب دموکرات کردستان بود، بعد به تدریج تقریبا نزدیک به 30 سال بعدش به حزب دموکرات کردستان ایران تبدیل شد. موقعی که این انشقاق تو حزب دموکرات 3 سال قبل اتفاق افتاد، واسه اینکه این تشابهی بین اسم وجود نداشته باشه، ما حزب دموکرات کردستان رو انتخاب کردیم. رفقای سابقمون اسمشون حزب دموکرات کردستان ایران است. این در واقع فقط وجه تمایز اسم این دو حزب است. یعنی شما اختلاف در خط مشی حزب و برنامه حزب با هم نداشتید؟ تا اونجایی که به خط مشی و برنامه برمیگرده، اون موقع هیچ اختلافی با هم دیگر نداشتیم. ولی الان دارید؟ الان یه تغییرات جزئی در کنگره 4 حزب دموکرات کردستان پیش اومده. منتها این تغییرات جزئی به هیچ وجه بدین معنی نیست که ما اختلاف اساسی تا اونجایی که به استراتژی حزب برمیگرده با هم داریم. برای نمونه، هر دو بخش دموکرات فدرالیسم رو قبول دارن. هر دو بخش دموکرات حل مسئله کرد رو در داخل کردستان ایران تعقیب میکنند. تا اونجایی که به گذشته تاریخی حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران برمیگرده، ما هیچ اختلافی نداریم. گذشته رو متعلق به هر دو بخش دموکرات میدونیم. خیلی به نظر برای کسانی که خارج از مسائل کردستان نگاه میکنن به شما، خیلی تعجب میکنن که معمولاً انشعاب‌ها بر اساس خط مش فاحش، اختلاف فاحش در خط مش و برنامه‌ای هستش که معمولاً انشعاب در احزاب صورت میگیره، به دلیل اینکه یک کسی یک راه دیگه پیشنهاد میکنه، کسی دیگه راه دیگه داره و به هم نمیخوره و هم انشعاب میکنن. ولی برای به دلیل یک مسائل تشکیلاتی و اون هم خیلی روشن نیست که چی هست، یه خود عجیبه این انشعاب. اگه ما به اون شکل کلاسیک و سنتیش به تاریخچه احزاب نگاه بکنیم که اون موقع ایدئولوژی مبنای تفکر احزاب رو تشکیل میداد، بیشتر انشقاقات و انشعابات جنبه ایدئولوژیک داشتن. منتها ما حالا در زمانی زندگی میکنیم که اصولا ایدئولوژی در چگونگی شکلگیری استراتژی احزاب خیلی کم رنگ شده. تا اونجایی که به حزب دموکرات برمیگرده، حزب دموکرات یه ایدئولوژی مشخصی نداشته. یه حزب دموکراتیک بوده، آزادی افکار سیاسی تا اندازه‌ای در داخل حزب دموکرات وجود داشته. منتها مکانیزم چگونگی همکاری با همدیگر بوده که همیشه
اشکال داشته. در سال 1988 هم این شعبی در داخل حزب دموکرات کردستان ایران سابق اتفاق افتاد. اون موقع هم جنبه ایدئولوژی، جنبه سیاسی، جنبه فکری نداشت. فقط این بود که در اون شرایطی که حزب دموکرات فعالیت سیاسی خودشو داشت، دوباره این مشکلات چگونگی تعامل و همکاری در سطح رهبری پیش اومد. آقای عزیز، شما گفته بودید که میخواید طرحی نو و برای مبارزه بریزید و تصویری نو از هر نظر فکری و ارزشی از حزبتون ارائه بدین. چه دارید که ارائه بدین؟ چیکار کردید؟ سه سال گذشته از این موضوع. تا اونجایی که به مسائل داخلی حزب برمیگرده، که حزب دموکرات همیشه در عرض 30 تا 40 سال گذشته مشکلات داشته، این بوده که ما آزادی عقاید و آزادی در داخل حزب بیشتر نهادینش بکنیم، اینکه اعضای حزب در خارج حزب هم بتونن با نام خودشون، با اسم خودشون رو موضوعات مسائل جدی صحبت بکنن، اینکه ما با آمادگی بیشتری به کنفرانس‌ها و کنگره‌های حزب بریم، اینکه رابطه حزب با جامعه کردستان بیشتر و وسیع‌ترش بکنیم تا از این طریق مردم کردستان بتونن دخالت در چگونگی شکل‌گیری افکار سیاسی در داخل حزب داشته باشن. ما از کنگره 14 به بعد سعی کردیم که اینا را بیشتر و بیشتر در داخل حزب نهادینه بکنیم، تا اندازه زیادی رهبری حزب در مقایسه با گذشته جوان‌تر شده، در مقایسه با گذشته شرکت زنان تو رهبری حزب بیشتره، در مقایسه با گذشته تنوعات جغرافیایی که اعضای حزب در خارج از ایران دارن، در اروپا، استرالیا، آمریکا، حضور اونا هم در داخل رهبری حزب بیشتر شده. وجود این تنوعات در رهبری حزب سبب شده که از دیدگاه ها و جهات مختلف حزب دموکرات کردستان و رهبریش بتونه سیاست و برنامه ریزی خودش رو داشته باشه. آقای عبدالله حسنزاده که زمان دبیر کل حزبتون بودن و مثل خودشون از رهبرانی بودن که انشاب کردن از حزب، در جایی گفته بود که رهبران حزب اون موقع میخواستن که ما جدا بشیم ازش، یعنی به نفعشون بود که ما بریم. این در واقع شما با این انشابتون به مخالفان خودتون در داخل حزب کمک کردید؟ ما سعی کردیم اون موقع که این اختلافات در داخل حزب دموکرات پیش اومد، یک قطعنامه‌ای هم داشتیم، یه طرحی داشتیم که بتونیم همه با هم همکاری بکنیم. اگه به اون طرحی که ما داشتیم توجه داشته باشین، مسائل سیاسی استراتژی و اون شکل توش نیست. اون تا رهبری اون موقع اینقدر انعطاف از خودش نشون نداد که یه صیغه سازش جدا بکنه. تا اونجایی که به عقیده خود من مربوطه، موقعی که توی یک کشور یا توی حزب یا یه خانواده بحران یا مشکلات درست میشه، نفر اول تو این کشور و نفر اول تو این حزب یا رهبری که این حزب یا این کشور رو در دست داره مسئوله. بنابراین با توجه به این واقعیت و به تبعیت از همچون قواعدی، رهبری حزب بعد از کنگره 13 در واقع مسئول اینه که چرا نتونست مشکلات حزب رو در داخل حزب حلش بکنه. بسیار خوب، شما این ایران رو از آخر حزبتون، اسم حزبتون برداشتید، یعنی شده حزب دموکرات کردستان. منظورتون چی از برداشتن این؟ منظورتون اینه که این حزب برای همه کردهای عالم؟ سال 1945 که حزب دموکرات کردستان تأسیس شد، چند سال بعدش همون اسمو داشت، منتها فعالیتش در چارچوب ایران بود. حتی غازی محمد رهبر حزب دموکرات کردستان اون موقع هم سعی کرد که با رهبران ایران در تهران به توافقی برسه که مشکلات کردستان رو در داخل ایران حلش بکنه. مسئله اسم حزب دموکرات کردستان هیچ وقت بدین معنی نیست که ما بخشی از ایران نیستیم. ما متمرکز شدن فعالیت خودمون رو تو داخل ایران دوباره روش تاکید کردیم. حوزه فعالیت سیاسی ما ایران هست. حل مسئله کرد ما در داخل ایران می‌بینیم. بنابراین حزب دموکرات کردستان به لحاظ هویت ملیش یه حزب کردستانی، به لحاظ سیاسی جغرافیایی یه حزب ایرانی هست. محدوده و حوزه فعالیت ما کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان سوریه نیست. محدوده و حوزه فعالیت ما ایران هست. من هنوز متوجه نشدم. خب این چه لزومی داره که شما ایران رو بردارین از اسم حزبتون؟ اگر که اونطور که شما توضیح میدین تمام فعالیتشون در چارچوب فعالیت این حزب در چارچوب ایرانه و برای کردهای ایران، این فقط یه وجه تمایزی بوده بین ما و رفقای سابقمون. اونا که اسمشون حزب دموکرات کردستان ایران هست، ما اسممون حزب دموکرات کردستان هست. هیچ ربطی به برنامه و استراتژی حزب دموکرات کردستان نداره. فقط یه وجه تمایزی که مردم در داخل ایران، در خارج از ایران اشتباه نگیرن این اسمو. بسیار خوب، حزب دموکرات کردستان ایران نزدیک 65 ساله که داره فعالیت میکنه، سال 1324 که تأسیس شده و در مقاطعی حتی برای 11 ماه زمان
جمهوری مهاباد به هر حال حکومت هم کرده در اونجا، ولی عملا طی این سالها موفق نبوده برای تحقق خواستهای مردم کردستان. شما فکر می‌کنید علت این ناکامی صرفاً سرکوب حکومت‌های مرکزی بوده یا اینکه مشکلات در داخل خود کردستان و خود حزب هم بوده؟ بخش اولش برمیگرده به سرکوبی حکومت مرکزی، چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی. با وجود اینکه ما بعد از انقلاب و در جریان انقلاب در داخل ایران فعال بودیم در چگونه گیری شکل گیری دولت مرکزی در تهران و سعی کردیم مشکلات کردستان از طریق مذاکره و گفتگو با دولت مرکزی حل بشن. بخش دومش این بود که دولت‌های مرکزی مخصوصا جمهوری اسلامی در عرض 30 سال گذشته سعی کرده جنبش کردستان رو تنها بگذاره در این منطقه. در این مدت با وجود اینکه ما از طریق مختلف سعی کردیم با سازمان‌ها و احزاب ایرانی صرف نظر از جنبه ایدئولوژیک سیاسی که دارن مسائل کردستان رو در داخل ایران بیشتر پیش بکشیم و مردم ایران خارج از کردستان متوجه مسئله کردستان بشن، جمهوری اسلامی به این راحتی نتونه مردم کردستان رو در مبارزه علیه خودش تنها بگذاره. من فکر می‌کنم هر دو بخش این قضیه سبب شده که ما در عرض 65 سال گذشته با وجود مبارزات بسیار زیاد و طولانی نتونستیم خواست‌ها و مطالبات سیاسی خودمون رو دولت مرکزی تحمیل بکنیم. اگه به جنبه واقع بینی قضیه هم برگردیم، جمهوری اسلامی هیچ وقت این استعداد رو نداشته با وجود اینکه مسئله کردستان 30 سال ادامه داره به شکلی بتونه یه راه حلی براش پیدا بکنه. در کلیت خودش تا اونجایی که به مبارزات کردها برمیگرده سعی خودشونو کردن، ما مبارزات خودمونو انجام داده ایم، سعی هم کردیم که این مبارزه در کردستان تنها نمونه، با احزاب و سازمان‌های دیگر ایرانی هم رابطه ای داشته باشیم، جبهه تشکیل بدیم، مسئله رو در کلیت ایران بهش نگاه بکنیم. ولی شما حتی برای جلب نظر احزاب سیاسی و به خصوص جلب نظر مردم ایران هم موفق نبودید. شما نتونستین خواستاتون به شکلی مطرح بکنید که مردم ایران از شما حمایت بکنن. حالا نکردن از این. اگه ما به سالهای بعد از انقلاب برگردیم، اون موقع یه هیئت نمایندگی در کردستان وجود داشت، حزب دموکرات و کومله و بقیه بودن. اون موقع در خارج از کردستان تا اندازه زیادی توجه به مسائل کردستان میشد. منتها بعدن که جمهوری اسلامی سیاست امنیتی رو در قبال کردستان پیش گرفت و کردستان رو میلیتاریزه کرد، عملا امکان اینکه ما با مردم ایران بتونیم گفتگویی داشته باشیم، رابطه‌ای داشته باشیم، اونا رو در جریان مسائل کردستان قرار بدیم، این امکان برامون وجود نداشت. موقعی که این امکان وجود نداشت، بالاخره ما در کردستان متاسفانه تنها موندیم. موقعی که جنبش کردستان تنها موند، به لحاظ نظامی، به لحاظ عملی، به لحاظ تشکیلاتی نمیتونه به این راحتی جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه، خواستای خودشونو در واقع بونا تحمیل بکنه. آقای عزیزی، شما در حال حاضر خواستتون چیه؟ برای چی دارین مبارزه میکنین؟ چی میخواین برای مردم بکنین؟ ما خواستمون اینه که ایران به صورت فدرال اداره بشه، ما یه ایران دموکراتیک و فدرالیزم داشته باشیم، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، قانونی تو تهران متمرکز نشه، بقیه ملت‌های ایران در چگونگی شکل‌گیری ایران و تشکیل دولت ایران و تثبیت هویت ایران زینف باشن. بنابراین برنامه‌ای که ما داریم فدرالیسم، در کنگره 14 حزب دموکرات کردستان این برنامه رو قبول کردیم و سعی می‌کنیم که این فرهنگ رو در ایران شکل بدیم، نهادینش بکنیم، که اگه ما بخوایم در ایران در آینده ثبات و امنیت سیاسی داشته باشیم، اینی باید دموکراسی وجود داشته باشه و در این دموکراسی باید به تنوعات سیاسی، فرهنگی، ملی، مذهبی ایران اعتراف بشه. موقعی که این اعتراف شد، همه با هم میتونیم ایران رو اداره بکنیم. در اگه بخوام خلاصه بگم، برنامه ما فدرالیسم برای ایران هست که ملت‌های مختلف در چارچوب ایران فدرال حقوق ملی و فرهنگی خودشون رو دارن و در تهران در چگونگی اداره کشور ایران زینف هستند. شما اخیراً گفتید که مایلید و حاضرید با دولت مرکزی ایران گفتگو بکنید، مذاکره بکنید بر سر همین خواست‌های این و به خصوص اشاره کردین به اصول 15 و 19 قانون اساسی ایران. ظاهراً بعضی از مقامات، حالا سرکنسول اربیل ظاهراً خیلی استقبال کرده از این صحبت شما، ولی شما فکر می‌کنید دولت مرکزی حاضر با شما صحبت بکنه؟ تا اونجایی که به اصول برمیگرده، حزب دموکرات همیشه موافق این بوده که مسائل کردستان که مسائل سیاسی هستن از طریق گفتگو با دولت مرکزی حل بشه. حالا این جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد هست که این استعداد رو مطلقاً نداره، یا یه جمهوری اسلامی هست آقای کروبی و خامنه‌ای و خاتمی و
بعد موسوی هستند یا اینکه یه سیستم دیگر حکومتی است. بنابراین به لحاظ اصولی مذاکره با دولت مرکزی درسته، منتها جمهوری اسلامی ایران این استعداد رو نداره. اگه ما به مذاکره نگاه کنیم، طبعا مذاکره اشکال مختلف رو داره. استراتژی حزب دموکرات کردستان ایران فدرالیسم است. اگه یه روزی قرار باشه دولت مرکزی صرف نظر از هر هویتی که داره مسائل قانون اساسی محور مذاکره با کردها قرار بده، تا از این راه گذر بتونه مشکلات سیاسی کردستان رو به شیوهی حل بکنه، ما اینو خوب میدونیم. منتها مسئله کردستان ایران تنها به ماده 15 و 19 بر نمیگرده. مسئله کردستان ایران مسئله ملی است، مسئله دموکراسی است در رابطه با حکومت مرکزی. ما معتقدیم که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر استعداد اینو نداره که از طریق مذاکره مسائل کردستان رو حل بکنه. اگر استعداد نداره چرا شما این مسئله مطرح کردید؟ به عنوان یه اصول همیشه از طرف حزب دموکرات اصول که بوده شده. این در این مقطع زمانی مطرح کردید؟ در این مقطع زمانی هیچ رابطه با این نداره که جمهوری اسلامی این استعدادو داره. این یه اصولی هست. اگه در آینده بگیم جنبش سبز آقای خاتمی، کروبی و موسوی بخوان در آینده جمهوری اسلامی رو داشته باشن، ادارش بکنن، اونا متد و نسخه خودشون رو داشته باشن، شاید اون موقع یه چیزی مناسبی باشه که ما قانون اساسی و محور حل مشکلات قرار بدیم. منتها مسئله کردستان ایران همونطور که اشاره کردم مسئله خاص و مطالبات کردان در چهارچوب فدرالیسم. البته این اصول قانون اساسی که اشاره شد بهش اصولی هستش که شما میتونید توضیح بدین که این اصولی که شما گفتین که بر این اساس حاضرید صحبت بکنید با دولت مرکزی چی هست این اصول؟ این اصول ما خودش برنامه حزب دموکرات کردستان است که فدرالیسم برای ایران هست، یه ایران دموکراتیک. ولی اصول قانون اساسی که فدرالیسم نمیگه، اصول قانون اساسی در اصل 15 قانون اساسی صحبت از این میکنه که به هر حال زبان رسمی زبان فارسیه و اقوام مختلف میتونن به زبان خودشون ادبیات خودشون هم تدریس بکنن. تا اونجایی به قانون اساسی برمیگرده دولت خودش موظفه که قانون اساسی رو به مرحله اجرا بگذاره، موظفه که از طریق قانون اساسی به حقوق مردم توجهی داشته باشه. منتها اگه جمهوری اسلامی یا هر دولت مرکزی بگه که بند 19 قانون اساسی که به مسائل قومیت ها و ملت ها برمیگرده، یا بند 19 هم در واقع میگه همه مساوی هستند از هر قوم و ملتی، بله، یا بند 15 که به تحصیل به زبان مادری برمیگرده، اگه بخواد به ما گوش بده ما برنامه خودمون داریم. منتها خود این دو بند نمیشه محور مذاکره ما با دولت مرکزی باشه. ولی ظاهرا شما اینو گفتین که میشه. قانون اساسی در کلیت خودش قابل بحث هست. ما گفتیم که اگه اونا از ما سوال کنن ما حرف داریم در این رابطه، منتها این نمیتونه محور مذاکره باشه. آقای عزیز، شما تلاش میکنین که حزبتون یک حزب سیاسی قابل قبول باشه و بتونه فعالیت بکنه، در واقع تلاشتون در این راهه، مثلا بعضی از احزاب کره ترکیه؟ ما به عنوان حزب دموکرات کردستان میدان فعالیت سیاسی ما ایران هست. متاسفانه بعد از انقلاب فقط 2 سال یا 3 سال ما تونستیم در داخل کردستان ایران بمونیم. به علت فضای جنگی و میلیتاریزه شدن کردستان این امکان برامو پیش نمیاد. بنابراین حالا ما علاقه مندیم و آرزو داریم به جای اینکه رهبریمون تو کردستان عراق باشه در داخل ایران باشه. منتها این برامون عملی نیست. به علت اینکه جمهوری اسلامی حزب دموکرات رو غیر قانونی اعلام کرده. تا زمانی که ما قانونی نباشیم نمیتونیم در داخل ایران فعالیت داشته باشیم. من سوالم در واقع این بود که شما تلاش میکنید در این جهت، در واقع از طریق اینکه ما حاضر مذاکره بکنیم، از طریق اینکه مبارزه مسلحانه رو دیگه کنار گذاشتیم و اینا، که بتونین تلاش بکنین که دولت مرکزی ایران شما رو به عنوان یک حزب قانونی قبول بکنه. ما همیشه این تلاش رو داشتیم، بعد از انقلاب هم این تلاش رو داشتیم، حالا هم این تلاش رو داریم. میخوایم به مردم ایران، به سازمانها و احزاب ایرانی، به طیف‌های مختلف ایران بگیم که مردم کردستان جنگ دوست نیستن، اهل صلح هستن، اهل مذاکره هستن، میخوان مسائلشون از طریق گفتگو و مذاکره حل بشه. منتها این جمهوری اسلامی ایران اینو قبول نداره، نمیتونه این واقعیت رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی موقعی که با خودی های خودش بعد از انقلاب که حالا غیر خودی شدن نمیتونه مذاکره داشته باشه، اونا را تحمل نمیکنه، چطور حزب دموکرات کردستان رو تحمل میکنه؟ بسیار خوب، در واقع حرف قبلی خودتون رو رد میکنین، یعنی اینکه قبلا فکر میکنین که میشه مذاکره کرد با این و حالا میگین که با این شرایطی که به وجود اومده در واقع نمیشه باشه. تا اونجایی که به حرف قبلی من برمیگرده مذاکره رو به عنوان اصولی با دولت مرکزی هیچ وقت رد نکرد.
کردیم. منتها مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بر سر مسائل و خواستهای کردها عملی نیست. آقای عزیزی، شما نظرتون راجع به جنبش سبز ایران چیه و رابطه حزبتون با این جنبش؟ جنبش سبز هرچند یک عکس العملی بود در مقابل عمل جمهوری اسلامی در رابطه با انتخابات، منتها در عرض چند ماه گذشته از این سناریو کاملا خارج شده. طیفی وسیع از مردم ایران در داخل این جنبش هستند. ما معتقدیم جنبش سبز اگه بتونه اون خواستایی که حداقل خودشون دارن اونا رو بتونن در ایران تثبیت بکنن، یک قدم مناسبیه که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی بکنن. ما علاقه مندیم با طیفای مختلف در این جنبش رابطه داشته باشیم، اونا را تشویق بکنیم، پشتیبانیشون بکنیم. حداقل ما موظفیم بهشون بگیم که 30 سال از جمهوری اسلامی مشکلات کردستان رو لاحل گذاشته. اگه شما برنامه‌ای دارید برای آینده یه جمهوری اسلامی متعارف، مسئول و معقول، نمیتونید مسائل کردستان رو نادیده بگیرید. اگه نادیدش بگیرید، دوباره همون سناریویی که جمهوری اسلامی 30 سال در رابطه با کردستان داشته، شما هم وارد همین سناریو میشید. ما سعیمون اینه که این جنبش در حد خودمون رادیکال ترش بکنیم. این جنبش بتونه تنوعات ایران رو قبول بکنه. این جنبش بیشتر بتونه محدود نشه به تهران. در شهرهای مختلف ایران، در بین ملیت‌های مختلف ایران موضوعات خودش رو پیش بکشه. منتها صرف نظر از اینکه این جنبش حالا رنگ سبز داره یا در آینده هر رنگی خواهد داشت، این یه جنبش مردمیه. و این جنبش مردمی رو نباید فقط در رابطه با یه زمان مشخص و با یه نفر مشخص بهش هویت داد و شناسایی کرد. شما رابطتون با نمایندگان کرد مجلس ایران چیه؟ شما در گذشته در واقع احزاب کرد که مبارزه میکردن علیه دولت مرکزی، اینها رو جاش میخوندن که در واقع اسم خیلی مناسبی نیست. شما میتونید توضیح بدین که جاش یعنی چی در واقع در فرهنگ کردی؟ یعنی کسی که به هر حال همراه و همکار سرکوبه. ولی الان شما ظاهرا نظرتون عوض شده راجع به بسیاری از این نمایندگان مجلس. تا اونجایی که به کلمه جاش برمیگرده، هیچ وقت علاقه من نبودم که این کلمه رو اینجا به کار بگیرم. جاش تو کردی به اون بخش از کردها گفته میشد یا گفته میشه، حالا که کمتر شده، که اسلحه برمیداشتن علیه جنبش کردستان و پیشمرگان کردستان. تا اونجایی که به فعالیت سیاسی کسان دیگه در داخل ایران برمیگرده که مثل حزب دموکرات هم فکر نمیکردن، ما اونا رو هیچ وقت جاش نمیدونیم. اتفاقا اگه به گذشته تاریخی این قضیه برگردیم، در جریان مجلس ششم ایران یه فراکسیون در داخل مجلس در دوران آقای خاتمی درست شد. ما به عنوان حزب دموکرات اونا رو تشویق میکردیم که از این فضای باز نسبتا سیاسی که اون موقع پیش اومده بود در داخل ایران استفاده بکنن. منتها حالا در دوران احمدی نژاد عملا هیچ مجال و فرصتی برای فعالیت سیاسی نمایندگان کرد در داخل مجلس ایران وجود نداره و ما هم نمیتونیم با اونا تماس بگیریم و اونا هم نمیتونن این تماس ها بگیرن. بنابراین فضای سیاسی، جو سیاسی تا اونجایی که به قضیه کردستان برمیگرده هم در داخل مجلس هم در خود کردستان کاملا عوض شده. ببین دایفانی، اگه در تهران یا خارج از کردستان یه نفر زندانی میشه به این راحتی اعدام نمیشه. منتها تو کردستان حالا مردم به راحتی اعدام میشن، صرفا به دلیلی داشتن عقاید سیاسی، اینکه همکاری حزب دموکرات کردستان یا بقیه احزاب کردستانی رو داشتن. میخوام اینو بگم و روش تاکید بکنم که این سیاست امنیتی جمهوری اسلامی در دوران آقای احمدی نژاد در کردستان چندین برابر شده و کردستان ایران عملا تبدیل به یه محدوده کاملا امنیتی و نظامی شده است. در همچون فضای اصولا فرصت فعالیت برای نمایندگان کرد در داخل مجلس ایران به اون شکلی که در مجلس ششم بود عملا وجود نداره. بسیار خوب. در گذشته همیشه احزاب کرد میگفتن که علت اینکه دست به اسلحه میبرن این که بهشون تحمیل میشه، یعنی که جنگ به اونها تحمیل میشه و اینا ناچارن دفاع بکنن از خودشون. حالا شما میگین که وضعیت کردستان مثل سابقه، ولی با این حال شما مبارزه مسلحانه رو در واقع کنار گذاشتید. چرا؟ علت اینکه ما مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشتیم قطعا دو دلیل داره. دلیل اولش اینه که کردستان عراق با ایران مرز مشترک داره و اصولا رهبری حزب دموکرات در کردستان عراق هستن. فعالیت نظامی که ما در داخل ایران داشتیم به راحتی ایران حکومت محلی کردستان و احزاب کردستانی رو زیر فشار میگذاشت. بنابراین با توجه به وضعیت کردستان ایران عراق و اینکه ما بهانه‌ای به دست جمهوری اسلامی ندیم که رو کردستان عراق فشار
بیاره، ما مبارزه مسلحانه رو متوقف کردیم. علت دومش اون بود که در دوران آقای خاتمی مشخصاً یه فضای باز نسبتاً سیاسی درست شده بود. ما نمیخواستیم بهانه به نیروهای پاسداران، نیروهای امنیتی در داخل کردستان بدیم که کردستان رو بیشتر ناامنش بکنن، بیشتر اونجا خشونت بشه. در دوران احمدی نژاد دوباره این سیاست امنیتی کردستان که شکل گرفت، ما دوباره نخواستیم که در داخل کردستان ایران اگه به شکل دیگه ای هم مبارزه مسلحانه عملی بود. شما گفتین که مبارزه مسلحانه متوقف کردین، رد نکردیم. ما رد نکردیم. علتش اینه ما یعنی کماکان ممکنه برگردیم به مبارزه. تا اونجایی که به اصول مبارزاتی ما معتقد مربوطه، ما معتقد هستیم در این رابطه ضمن احترام به منشور بین المللی حقوق بشر تمام متدهای مبارزاتی خودمون علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم. منتها در حال حاضر ما مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشتیم. اگه شرایطی در ایران پیش بیاد و عملا این شرایط در کردستان چنین ایجاب بکنه که دوباره پیشمرگان حزب دموکرات یا پیشمرگان کردستان فعالیت نظامی داشته باشیم، هیچ بعید نیست در آینده ما دوباره این فعالیت رو از سر بگیریم. خالد عزیزی، خیلی متشکرم شرکتتون در برنامه به عبارت سپاسگزارم. ممنون. تشکر.